پابلو اسکوبار کی بود و چقدر ثروت داشت و چه جوری مرد؟ سلام دوستان، اینجا 1001 دانستنیه و قراره هر روز کلی اطلاعات جدید بهتون اضافه بشه. پابلو اسکوبار قاچاقچی کوکائین بود. وی را به عنوان ثروتمندترین قاچاقچی تاریخ بشر میشناسند که ثروت خالصش به 30 میلیارد دلار معادل 48 تا 58 میلیارد دلار در سال 2018 میرسید. با القابی چون پدرخوانده، رئیس، جادوگر، رابین هود، بزرگترین گانگستر جهان، قاچاقچی افسانه‌ای و سلطان کوکائین بود. شغل پابلو تجارت کوکائین کولومبیا به آمریکا و اروپا بود. وی با اشتغال برای مردم و ساخت خانه برایشان و تأسیس کارخانه ها و تفریحات و سرگرمی ها و ورزش برای مردم یک چهره محبوب بود، مخصوصا در شهر دادگاهش مدلین. اما علاقمندی سیاسی و منش سوسیالیستی هم داشت، مانند چگوارا در آمریکای لاتین. او آرزوی رئیس جمهوری کولومبیا را داشت و حتی در انتخابات به دلیل محبوبیت در بین مردم به نمایندگی مجلس کنگره کولومبیا هم رسید. پول فراوان و منش سوسیالیستی و ورود به سیاست، آن هم در کشور کولومبیا که حیات خلوت آمریکا بود، برایش دردسرساز شد. تلاش های پابلو قاچاقچی، ثروتمند محبوب، برای رسیدن به مقامات بالای سیاست کولومبیا و روحیه ضد آمریکایی او باعث خونریزی های فراوان و ترورهای فراوان سیاسی و قضات و پلیس را به دنبال داشت. ترور کاندیدای ریاست جمهوری و انفجار هواپیمای کاندیداها از جمله آنهاست. او به دلیل محبوبیت مردمی و قدرتش توانست با قانون استرداد با آمریکا مقابله کند و طی تفاهم با دولت در زندان مجلل خودساخته کاتردال درون کشور کولومبیا زندانی باشد، که البته از آنجا هم به فعالیت‌های پولساز تجارت کوکائینش و رفتارهای جاه‌طلبانه سیاسی ضد آمریکایی ادامه می‌داد. دولت آمریکا با فشار بر دولت کولومبیا قصد حمله به دستگیری و مرگ او را داشت، که پابلو با دانستن آن از زندانش فرار کرده و در شهر محبوبش مدلین بین مردم با ماموران مواد مخدر آمریکا و پلیس کولومبیا و گروه‌های مخالفش درگیری‌ها را ادامه و نهایتاً با متلاشی شدن باند او و کشته شدن افرادش در کولومبیا به دست پلیس در سال 1993 در یک درگیری کشته شد. به گفته روبرتو اسکوبار، برادر و حسابدار شخصی پابلو، وی در اوج قدرتش هفته 100 میلیون دلار درآمد داشت و ثروت او به قدری عظیم بود که صندوق‌های پول نقد را در مزارع کشاورزی، انبارهای مخروبه و بین دیوارهای خانه‌های اعضای شبکه خود پنهان می‌کرد و هر سال حدود 10% از این پول‌ها به دلیل جویدن موش‌ها یا نفوذ آب از بین می‌رفتند. تنها پسر او سال 2009 میلادی در مصاحبه با دیلی تلگراف گفت که یک بار پدرش هنگام فرار به همراه اعضای خانواده حدود 2 میلیون دلار اسکناس را آتش زد تا با آنها گرم شویم و غذا بپزیم. پابلو اسکوبار در کنار تجارت مواد برای مردم مدلین خانه های رایگان می ساخت و زمانی که بین مردم بود به آنها همانند رابین هود پول اهدا می کرد و به شدت از آن زمان تا کنون مورد احترام مردم کولومبیا به خصوص شهر مدلین بود. پابلو امیلیو اسکوبار گاویریا در 1 دسامبر 1949 در ریوینگرو واقع در کولومبیا متولد شد. او سومین فرزند از 7 فرزند کشاورزی به نام آبل دی خصوصداری اسکوبار آچوری بود. مادر او نیز معلمی به نام همیل داد ویلوس دلویس گاویریا در شهر مدلین بود. اسکوبار در شهر مدلین رشد کرد و بر اساس گفته ها او خلافکاری را در دوران نوجوانی با دزدیدن سنگ قبر و فروختن آنها به قاچاقچیان محلی آغاز کرد. طبق گفته های سباستیان ماروکین، پسر اسکوبار ادعا می کند که اولین اعمال مجرمانه پدرش با فروش مدرک جعلی دیپلم دبیرستان آغاز شد. وی به کمک همین مدارک وارد دانشگاه لاتین آمریکانا مدین شد و مدت کوتاهی در دانشگاه مشغول تحصیل شد، اما پیش از دریافت مدرک آنجا را ترک کرد. اسکوبار به کمک دوستش اسکار آگریو درگیر بسیاری از جرائم شد که از بین آنها میتوان کلاهبرداری، فروش سیگار، بلیت بخت آزمایی جعلی و سرقت خودرو اشاره کرد. در اوایل دهه 1970، یعنی اندکی قبل از ورود به عرصه مواد مخدر، اسکوبار به واسطه دزدی و آدم‌ربایی درآمدی 100 هزار دلاری داشت.
اسکوبار علارغم پیشینش که پسر یک کشاورز فقیر کولومبیایی بود، رهبر کارتل مدلین بود که 80% بازار کوکائین جهان را در دست داشت. او هفته 420 میلیون دلار درآمد داشت که وی را به یکی از ثروتمندترین مافیای مواد مخدر در طول دوران تبدیل کرد. این قاچاقچی مواد مخدر در زمان خود به قدری قدرتمند بود که آمریکا از وی به عنوان یکی از مهمترین دشمنانش یاد می‌کرد. در سال 1989 نشریه فوربس وی را به عنوان هفتمین مرد ثروتمند دنیا معرفی کرد. ثروت او بر اساس اخبار این نشریه چیزی نزدیک به 35 میلیارد دلار برآورد شد. کارتل او بخش بزرگی از قاچاق مواد به آمریکا، مکزیک، پورتوریکو، جمهوری دومینیکن و سایر نقاط قاره را زیر سیطره خود داشت و کنترل بیش از 80% قاچاق کوکائین در جهان به عهده اسکوبار بود. با این حال، این قاچاقچی شاید به خاطر تجربه گذشته از زندگی در فقر و تنگدستی، دوستار فقرا بود و به مردم تنگدست کمک می‌کرد. برای همین در کولومبیا گروهی به او لقب رابین هود داده بودند. اسکوبار در ادامه راهش برای پیشتازی در قاچاق مواد کولومبیا را به پایتخت قتل در جهان تبدیل کرد و بیش از 7000 قتل سازماندهی شده در سال 1991 توسط مافیای او انجام گرفت. وی حتی در این راه به بیش از 600 جوان فقیر پاداش‌های زیادی برای کشتن و کنار زدن افسران پلیس پرداخت کرد. ماجرای اسکوبار بعد از ترور لوئیس کارلوس گالان که نامزد ریاست جمهوری کولومبیا بود برای دولت کشور جدی شد و آنها سعی کردند به نوعی او و کارتلش را تحت کنترل قرار دهند. در این مرحله دولت شروع به مذاکره با اسکوبار کرد و به او پیشنهاد داد دست از اعمال مجرمانه بکشد و تسلیم قانون شود و در عوض در محکومیت و دوران زندان هم دولت برای او امتیازاتی قائل خواهد شد. قاچاقچی بزرگ بعد از تصویب قانونی که به دولت اجازه میداد برای ایجاد آرامش با مجرمانی مثل او صلح کند، تصمیم گرفت خود را تسلیم کند. بعد از تسلیم او بحث زیادی درباره این قانون به راه انداخت و عده‌ای معتقد بودند که اسکوبار با نفوذش باعث تصویب این قانون شده است. این گمانه چندام هم دور از واقع نبود، چرا که زندان اسکوبار یک خانه مجلل با کلیه امکانات بود که تنها تحت نظر دولت و نیروهای امنیتی قرار داشت. عجیب آنکه اسکوبار از همین خانه اعمال مجرمانه‌اش را مدیریت می‌کرد و کارتلش را اداره می‌کرد. دولت که متوجه موضوع شده بود، تصمیم گرفت او را به زندانی دیگر منتقل کند و در ادامه به آمریکا تحویل داد. سلطان کوکائین با فهمیدن توطئه دولت، برنامه‌ای برای فرار از زندان طرح‌ریزی کرد و از دست نیروهای امنیتی فرار کرد. او محلی پرجمعیت و شلوغ در ساختمان‌های حومه مدلین که خودش ساخته بود برای زندگی انتخاب کرد تا جستجوی او مشکل شود. اما نیروهای ارتش با تقسیم منطقه به مثلث‌های کوچک و با استفاده از فناوری رادیویی به جستجوی وی پرداختند. سرانجام بعد از درگیری و کشمکش‌های فراوان در دوم دسامبر 1993 جنگ علیه اسکوبار به پایان رسید. در روز دوم دسامبر محل دقیق او توسط سوتوان مارتینز، پسر سرهنگ مارتینز، به وسیله رصد ارتباط رادیویی که اسکوبار با همسر و خانواده‌اش داشت شناسایی شد و نیروهای ارتش منطقه سمت او به محافظش شلیک کردند. آن دو به سمت پشتبان گریختند و با دویدن روی آن سعی کردند خودشان را به خیابان پشتی برسانند، اما هر دوی آنها با شلیک ماموران پلیس کولومبیا از پا درآمدند. و اما این سوال که چه کسی یا کسانی دستور شلیک نهایی و قتل اسکوبار را صادر کردند، همچنان برای مردم این کشور بی پاسخ مانده است. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. حتما ویدیو را لایک کنید و نظراتتون را هم کامنت کنید. متشکرم.